سلام بچه ها، به کانال World of Packs خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز براتون یه لیست 10 تایی از باس هایی آماده کردم که هرچی اونا رو میکشید دوباره زنده میشن. اصلا از نظر من یکی از ویژگی های باس ها که اونا رو به یاد موندنی میکنه اینه که بعد از کشتن دوباره سر کلهشون پیدا میشه. این باس ها هیچ وقت از ذهن ما نمیرن. من امروز از دارم شما رو با 10 باس آشنا کنم که هرچی اونا رو میکشید دوباره زنده میشن. شماره 10، نمسیس رزیدنت ایویل 3 و رزیدنت ایویل 3 ریمیک. چی از این بهتر که اول لیست خودمونا با یکی از معروفترین و به یاد موندنی ترین باسا در کل فرانچایز رزیدنت ایویل شروع کنیم، یعنی نمسیس، یکی از اون ابر سربازایی که برای نابودی تیم استارز فرستاده شده بود. کسایی که رزیدنت ایویل 3 اورجینال بازی کرده باشن احتمالا میدونن که این باس چقدر دهن شما را قرار سرویس کنه، اما از اونجایی که حدس میزنم بیشتر شما با نمسیس توی رزیدنت ایویل 3 ریمیک آشنا شده باشید، به این بازی اشاره میکنم، جایی که شما اول با ماشین بهش میکوبید و بعد با یه راکت لانچر بهش شلیک میکنید، اما همه این کارهایی که کردید کلا فقط روش خراش میندازه و اون هیچ چیش نمیشه. چندین بار دیگه توی بازی است به شما اونو به فجیع ترین شکل‌های ممکن میکشید، اما باز هم سر کلش پیدا میشه. البته کلا رزیدنت ایویل اینطوریه که شما بازهاشون رو هر چقدر بکشید بازم کمه، چرا که بازم سر کلشون پیدا میشه. اما خب نمسیس یه چیز دیگه است. بالاخره شما میتونید جای نمسیس رو شکست بدید که اون به قدرتمندترین حالت خودش تبدیل شده. خب میدونید چیه؟ برای کشتنش نمیتونید از هر چیزی استفاده کنید. باید از یک سلاح خیلی خفن که تازه توی آزمایشگاه درستش کردن استفاده بکنید. شماره 9، اورک شادو اف موردور یا شادو اف وار. کسایی که این دو تا بازی رو انجام داده باشن میدونن که توی اون یک سیستم خیلی باحالی وجود داره به اسم نمسیس، جایی که شما وقتی اورکای فرمانده رو میکشید اونا دفعه بعد قوی تر برمیگردن. در واقع این امکان وجود نداره که شما اونا رو به صورت کامل بکشید، چرا که هر دفعه بعد از شکست دادنشون شما میبینید که دوباره اونا برگشتن. البته یکم شاید تغییر کرده باشن، مثلا صورتشون زخم شده باشه و یا اینکه قسمتی از بدنشون رو پانسمان کرده باشن. همه ما وقتی که این دوتا باز رو انجام میدادیم احتمالاً گیر یک اورک افتاده بودیم که خیلی ازش بدمون میومد و متاسفانه هر دفعه بعد از کشتنش دوباره باهاش رو در رو میشدیم. البته اینطوری هم نبود که شما هر بار بعد از کشتن اورک اونو قوی تر کنید. این موضوع بستگی داشت. ممکن بود بعضی از اورکا قوی تر بشن، کلی بادیگارد به دست بیارن و بعضی هم همون جایگاه قبلی خودشون رو حفظ کنن یا اینکه حتی نزول پیدا کنن. فقط یه چیز دیگه هم بهتون بگم، توی شادو آف موردور یک راه وجود داشت که شما میتونستید اورکا رو برای همیشه بکشید، اونم زمانی بود که سرشون رو قطع میکردید. اما توی شادو آف وار به این قضیه هم فکر کرده بودن، چرا که وقتی شما سر اورک رو قطع میکردید دفعه بعد میدیدی که سر اونو دوختن و دوباره به میدون نبرد اومده. چاری 8، ویرجیل فرانچایز دیویل میکرای. یکی دیگه از اون باسه که شما چند بار میکشینش اما باز هم سر کلش پیدا میشه ویرجیله، که اونا توی فرانچایز دیویل میکرای دیدید. کلا از نظر من تمام کاراکترهایی که توی فرانچایز دیویل میکرای وجود دارن قیافه خیلی خفنی دارن و توی ذهن ما میمونن. انصافا من کاراکتری رو نمیشناسم که توی این فرانچایز خوب از آب در نیامده باشه. اما اولین باری که شما ویرجیل رو به ترتیب زمانی شکست میدید برمیگرده به بازی دیویل میکرای 3، چرا که اتفاقات این بازی از نظر خط داستانی در ابتدا صورت گرفته. اونجا ویرجیل به عنوان کاراکتر منفی اصلی حضور داره که در نهایت شما اونو شکستش میدید. اما چیزی که باید بدونید اینه که ویرجیل نمیمیره، چرا که اون نصفش شیطانه و همین دلیل به دنیای شیاطین میره، یعنی جهنم. اما خب حالا برمیگردیم به بازی دیویل میکرای 1، جایی که شما با یک ساب باس به اسم نیلو آنجلو چند بار مبارزه میکنید که در نهایت مشخص میشه اون ویرجیل بوده که حالا تحت کنترل ارباب شیاطین یعنی مانداس قرار داشته. اما بار آخری که شما با ویرجیل رو در رو میشید مربوط به بازی دیویل میکرای 5، جایی که اون قدرت وحشتناک زیادی داره و در نهایت توسط پسرش یعنی نیرو شکست میخوره. اما خب باز هم ویرجیل نمیمیره، نه برعکس، اون همراه با برادرش به جهنم میرن تا اونجا برای همیشه با شیاطین مبارزه کنن. قطعا توی بازی‌های بعدی شک نکنید که ما باز هم ویرجیل رو میبینیم. شماره 7، کله هرمی. قطعا شما هم قبول دارید که کله هرمی نه تنها یکی از وحشتناک‌ترین باس‌ها توی فرانچایز سایلنت هیل، بلکه توی کل بازی‌های ترسناک به حساب میاد. متأسفانه این باس هم به این سادگی‌ها نمیشه کشت. در واقع شما اصلاً این قدرت رو ندارید که اونو بکشید، چرا که کله هرمی نمود فیزیکی گناه‌هایی که شما در زندگیتون انجام دادید. قطعاً همچین چیزی رو نمیشه کشت. در آخر توی سایلنت هیل 2 وقتی که با دوتا کله هرمی رو در رو شدید هیچ کاری از دستتون بر نمیاد تا اینکه بالاخره اون دوتا خودشون همدیگر رو میکشن. برای سالها خبری از کله
بهرمی نبود تا اینکه بالاخره توی سایلنت هیل هوم کامینگ دوباره ما این هیولای ترسناک رو میبینیم، جایی که باز هم دهنمون سرویس میشه تا بتونیم این باس رو شکست بدید. و خب میدونید جالب چیه؟ توی یکی از اندینگ های این بازی ما میبینیم که کاراکتر اصلی خودش تبدیل میشه به یک کله هرمی. شماره 6، دث هد. تمام مواردی که تا حالا بهشون اشاره کردیم یه جورای ماورا طبیعی بودن، یعنی انسان معمولی نبودن، اما این یکی فرق میکنه. دسهد یک انسان معمولیه مثل همه ما، اما خیلی باهوشتر. در واقع از اون به عنوان یکی از کاراکترهای منفی فرانچایز ولفنشتاین یاد میکنن، جایی که ما برای اولین بار توی نسخه بازگشت به قلعه ولفنشتاین باش رو در میشیم. ما مستقیما باهاش نمیجنگیم، اما میبینیمش، چرا که اون به عنوان دانشمند برتر نازی‌ها موجودات خیلی وحشتناکی رو درست میکنه که ما توی مرحله لابراتوار X با اونا رو در رو میشیم. خب در نهایت هم با یکی از سربازهای خفن رباتیک اون مبارزه میکنیم و شکستش میدیم. متاسفانه نمیتونیم خودمون رو به دث‌هد برسونیم، چرا که اون فرار میکنه. چند سال بعد در سال 2009 نسخه بعدی ولفنشتاین عرضه میشه، جایی که توی اون ما میفهمیم دث‌هد به عنوان باس اصلی حضور داره و در نهایت در آخر بازی ما میتونیم اونو شکست بدیم، جایی که زپلینش رو آتیش میزنیم و ظاهرا اون میمیره. اما نه، وقتی که بازی تموم میشه توی قسمت پایانی ما میبینیم که دث‌هد از اون حادثه زنده مونده، نمیدونیم چجوری ولی زنده است. بعد از اینکه حق انتشار ولفنشتاین از اکتیویژن به بتسدا منتقل شد، ما فکر کردیم خیلی از چیزایی که توی نسخه های اکتیویژن دیده بودیم دیگه کنون به حساب نمیاد، اما این قضیه درست نبود، چرا که بتسدا اومد از دث‌هد توی بازی خودش استفاده کرد، چرا که توی بازی ولفنشتاین نیو اوردر دث‌هد کاراکتر منفی اصلی بازی بود. اینجا ما به صورت مستقیم باهاش مبارزه میکنیم و میتونیم خودشو همراه با اون ربات گنده که سوارشه شکست بدیم، اما در آخر دث‌هد نارنجکی که دست خودش رو منفجر میکنه تا همراه با خودش بلاسکوویچ رو هم بکشه، که خب موفق نمیشه. اما چیزی که من بهش فکر میکنم اینه که امکان داره ما دوباره بتونیم دث‌هد رو در بازی‌های آینده ببینیم، چرا که اون به تکنولوژی دست پیدا کرده بود که میتونست مغز یک انسان رو داخل ربات بذاره. پس این امکان وجود داره که بشه مغز خود دث‌هد رو هم دوباره گذاشت داخل یک ربات و توی بازی‌های آینده ازش استفاده کرد. شماره 5، جک بیکر. همونطور که بهتون گفتم کلاً توی فرانچایز رزیدنت اویل ما از اینطور باس‌ها زیاد داریم، کسایی که هر چقدر شکستشون بدیم باز هم دوباره سر و کله‌شون پیدا میشن. توی رزیدنت اویل 7 این قضیه مربوط به جک بیکر میشه، یعنی پدر خانواده که انصافاً چند جای مختلف دهن ما رو سرویس میکنه. شما اونو به انواع اقسام روش‌های مختلف شکست میدید، حتی با اره برقی نصفش میکنید، اما جک بیکر هر بار قوی تر از دفعه قبلی برمیگرده. در آخر اون تبدیل میشه به یک هیولای خیلی گنده، جایی که معمولاً باسا به صورت نهایی شکست داده میشن و از بین میرن. درسته شما جک بیکر رو داخل این بازی میکشید، اما آیا این پایان کارشه؟ نه، سخت در اشتباهی، چرا که چند وقت بعد یک DLC برای بازی رزیدنت اویل 7 عرضه شد، جایی که توی اون شما کنترل برادر جک رو به عهده داشتید و قصد داشتید به زوی کمک کنید. اونجا با یک هیولای عجیب به اسم سوامپ من رو در رو میشید که خب نمیدونید کیه. چرا میدونید که دوباره جک بیکره؟ واقعا مشخص نمیشه که اون چجوری دوباره زنده مونده و این بار به صورت سوامپ من برگشته. در نهایت شما میتونید با اون دستکش های عجیبی که به دست آوردید کله جک بیکر رو بتر کنید و شاید اونو برای همیشه کشته باشید. شماره 4، ریدلی. فرانچایز متروید. یه چیز خیلی باحالی که در مورد ریدلی وجود داره اینه که این باس شما اتفاقا میتونید بکشید، خیلی خوبم میکشید، اما باز زنده میشه. برای اولین بار وقتی که شما دارید متروی اورجینال بازی میکنید، ریدلی باس آخر اونه که خب شکستش میدید و هیچ چیز عجیبی در موردش وجود نداره، اون میمیره. اما وقتی بازهای بعدی عرضه میشه ما به صورت عجیبی میبینیم که دوباره ریدلی توشون زنده است و سراغ ما میاد. مثلا توی بازی متروید پرایم این بار ریدلی به صورت روباتیک به شما حمله میکنه و باز هم میتونید اونو بکشید، که خب این اصلا پایان کار ریدلی نیست، چرا که توی نسخه متروید 2 ریمیک ما باز هم ریدلی رو میبینیم و مجبوریم باهاش مبارزه کنیم. چند سال بعد بازی متروید آدر ام عرضه میشه که خب توی اون خبری از ریدلی ظاهرا نیست، اما این کاراکتر گوگولی باحال یعنی لیتل بردی توش حضور داره که در نهایت هی بزرگتر و بزرگتر میشه و تبدیل میشه به ریدلی که باز هم شما اونو میکشینش. اما اصلا نباید نفس راحت بکشید، چرا که وقتی شما دارید بازی متروید فیوژن رو انجام میدید اونجا میبینید که ریدلی به صورت یخ زده توش حضور داره، که خب از اون یخش در میاد و شما باید دوباره اونو شکستش بدید و بکشید. یه حسی بهم میگه ما قراره دوباره ریدلی رو توی بازی متروید پرایم 4 هم ببینیم. شماره 3، با فرانچایز سوپر ماریو.
اما حالا میریم سراغ یکی از قدیمی ترین آدم بدهای بازی های ویدیویی، یعنی باوزر. این کاراکتر عجیبی که همیشه سعی میکنه پرنسس پیچو از دست ماریو بدوزه. ما برای اولین بار با این کاراکتر مزخرف توی بازی سوپر ماریو بروز یک آشنا شدیم، جایی که به قلعش حمله میکنیم و بعد وقتی که اونو میندازیمش توی مواد مذاب پرنسس پیچو نجات میدیم. اما خب اگر فکر میکنید که براوزر مرده، باید بگم که سخت در اشتباه هستید، چرا که هنوز که هنوزه بعد از ده‌ها نسخه‌ای که از بازی سوپر ماریو عرضه شده، باوزر توی بازی حضور داره و هر بار هم میاد پرنسس پیچو با نقشه‌های احمقانه می‌دوزه که شما میرید اونو شکست میدید. هر از گاهی خودش پشت همه این قضیه است و هر از گاهی از پسر خودش استفاده می‌کنه، یعنی براوزر جونیور. شماره 2، گنندالف، فرانچایز لژند آف زلدا. اما یکی دیگه از معروف‌ترین کاراکترهای منفی دنیای بازی‌های ویدیویی مربوط به فرانچایز لژند آف زلدا میشه، یعنی گنندالف، جایی که ما تقریباً توی تمام بازی‌های لژند آف زلدا با اون به عنوان باس آخر رودررو میشیم و هر بار هم شکستش میدیم و میکشیمش. اما ظاهراً انگار هیچ چیزی نمیتونه گنندالف رو عقب نگه داره، چرا که مهم نیست شما اونو چه جوری و چند بار بکشیش، قطعاً وقتی که بازی بعدی عرضه بشه انتظار اونو داری. البته این موضوع به نظرم دیگه جدیداً داره یکم زننده میشه، چرا که وقتی یک باس دوباره زنده میشه شما باید سورپرایز بشید، اما دوباره برگشتن گنندالف دیگه اون سورپرایز رو نداره و شما میدونید باز هم قراره باهاش رو در رو بشید. فکر کنم لژند آف زلدا یا باید بره یک کاراکتر منفی خفن دیگه درست کنه، یا اینکه به راه های باحال دیگه فکر کنه تا این کاراکتر رو دوباره زنده کنه تا دهن شما رو سرویس بکنه. شماره 1، دراکولا، فرانچایز کاسلوینیا. اما یکی دیگه از اون کاراکترهای منفی که تقریبا شما اونا بالای 10-15 بار شکست دادید و باز هم سر کلش پیدا میشه، دراکولاست، یعنی همون خوناشام، کسی که از اون به عنوان نماد بازی کاسلوینیا یاد میکنن. شما بارها دراکولا رو میکشید و خب توی قلبش میخ فرو میکنید، اما همیشه یک راهی وجود داره تا بشه این شیطان قدیمی رو به زندگی برگردوند. سازنده های کاسلوینیا چند بار سعی کردن از یک کاراکتر جدیدتر به عنوان شخصیت منفی استفاده کنن، اما هیچ وقت موفق نبودن. به همین دلیله که هر بار دوباره دست به دامان دراکولا میشن، که من خب هیچ ایرادی هم بهش ندارم، چرا که همونطور بهتون گفتم یک دلیلی وجود داره که ما دوباره دراکولا رو میبینیم، چون اون یک خوناشامه و نمیشه برای همیشه شکستش داد. همیشه راههایی وجود داره که میشه با استفاده از اون دراکولا رو زنده کرد. خب بچه ها، اینم از لیست امروز ما، امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. قطعاً بازهای دیگه هم وجود دارن که شما هر چقدر اونا رو بکشید باز هم برمیگردن، پس توی کامنت ها به نمونه‌ای که شما میشناسید اشاره بکنید. بچه ها اجازه بدید امروز یک کانال گیمینگ خیلی خفن، یعنی دیمن، بهتون معرفی کنم، کسی که هر روز از بازی‌های جدید براتون واک‌ترو آماده می‌کنه و توی کانال خودش قرار میده. پس اگر می‌خواید از گیم پلی بازی‌های جدید و بروز با بهترین کامنتاری بهره ببرید، به کانال دیمن سر بزنید و با سابسکرایب کردن ازش حمایت بکنید. در هر حال اگر از ویدیوی امروز راضی بودید، حتما ما رو لایک و سابسکرایب کنید. آرزو می‌کنم تا خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد، خدا نگهدار.